شنوندگان گرامی سلام، دوباره دارم خدمت شما عزیزان. شیرین شمس هستم با یه برنامه پخش مستقیم دیگه و ارتباط مستقیم با فرودگاه هامبورگ. پنجشنبه 11 ژانویه 2018 مصادف با 21 دی 1396 ساعت حدوداً 4 دقیقه به 2 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی هست. مینا احدی رو روی خط داریم. سلام میکنم به شما دوباره و میخوایم ببینیم که در دقایقی که گذشت چه مشاهداتی دارید. ظاهراً شاهرودی در فرودگاه هامبورگ دیده شده. بفرمایید، روی خط هستید. بله ممنون از فرصتی که در اختیارم میذارید. همونطور که قبلا هم گفتیم، خب تظاهرات ایرانیان در اینجا بود و الان هم ساعت 1:25 از ایران ایر هواپیما پرواز کرد که دوستان ما که با زحمت فراوان هم رفته بودن اونور اومدن، الان دارن تایید میکنن که سواره ویلچر کردن اونو و لباس آخوندی از تنش در آورده بوده و به عنوان یکی از مهمانان این هواپیما که مثلا در لباس عادی مثل اینکه بردنش رو و 6-7 نفر هم محافظ داشته. همونطور که ما از قبل هم خبر داشتیم 7 تا جا براش رزرو کرده بودن و اینو بردن و هواپیما پرواز کرد. ولی ما در این حال با مثلا آقای فولکربک و بقیه با وکلامون صحبت کردیم، گفتن که این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و ما یعنی دولت یا به اصطلاح قسمت حقوقی در آلمان دادگستری طبعا زیر فشار هست، ما این رو ادامه خواهیم داد و میگن که سعی خواهیم کرد که پرونده چون باز هست ادامه پیدا کنه و اینجوری میگن شاید ما در آرامش باید اینا رو بررسی کنیم و حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه که اگه ثابت بشه این به اصطلاح شکایات، دستور بازداشتش میتونه داده بشه و در هر حال یه همچین چیزایی. ما به هر حال این موضوع رو ادامه خواهیم داد، ولی برای جمهور اسلامی آبروریزی بزرگی باشه. همینجا تعداد زیادی از مسافرها ایستادن نگاه میکنن. ما داریم سخنرانیایی که کردیم از شبکه‌های مختلف، همین الان لایو داره از شبکه NDR پخش میشه. این حرکت خب بسیار مهم بود، تاثیر خیلی زیادی داشت در اینکه جمهور اسلامی مقاماتش نمیتونن پاشونو بزنن تو خارج کشور و هر جا برن باید با همین برنامه مواجه بشن. این شروع یه حرکت بزرگ بود. از همه ایرانیان در خارج از کشور میخوام اگه خبردار میشن از حضور مقامات همه جا این کار رو بکنیم و اعلام جرم کنیم علیهشون. بسیار عالی. خب این کمپین به هر حال در حال پیشروی هست. همونطور که شما اشاره کردید کار ما به پایان نرسیده و پیش بینی میشد که شاهرودی رو فراری بدن. تماس هایی با شما برقرار شده، اعلام دادخواهی شده، خواستن که توی این کمپین دخالتگری بکنن. چطور میشه از این به بعد با توجه به اینکه شاهرودی فرار کرد این کمپین رو گسترده تر کرد و اقدامات اینچنینی در دیگر کشورهای اروپایی و غربی به راه انداخت؟ خب طبعا همطور که گفتم این یه دستگرمی بود برای تمام ایرانیان و تمام کسانی که عزیزانشون رو از دست دادن. ما میتونیم همه جا علیه سفرای جمهوری اسلامی، مقامات جمهوری اسلامی اعلام جرم کنیم. این کمپین پیگیری به اصطلاح دنبال کردن مقامات جمهوری اسلامی و اعلام جرمش ادامه پیدا میکنه. من به خاطر اینکه الان یه مصاحبه دارم با یه رسانه دیگه زیاد نمیتونم با شما صحبت کنم، ولی یه بار دیگه از همه ایرانیان میخوام در سراسر جهان که این رو الگوی کار خودشون قرار بدن و ما باید این نوع کارها رو بیش از بله. خیلی ممنون از مینا احدی که حضور داشتن در این برنامه. بله، با توجه به اینکه قراره که مصاحبه های متعددی با رسانه های بین المللی داشته باشن، ما هم ارتباطمون رو قطع میکنیم. اینجا این برنامه پخش مستقیم به پایان میرسه. شماره تلفن 2046-739-68-14-38 در هر جای دنیا که هستید، مقابل کنسولگری های جمهوری اسلامی، مقابل سفارتخونه های این حکومتی که امروز جنایتکارانش در خارج از کشور حتی جرأت حضور ندارن، میتونید گزارشات و اخبارتون رو برای ما ارسال بکنید. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2046-739-68-14-38. در ادامه برنامه های پخش مستقیم به پوشش خبری در خارج و داخل ایران میپردازیم.